ارز دیجیتال فایل کوین پرسودترین ارز شبانه روز اخیر شد. بنابر داده‌های سایت کوین مارکت کپ، ارز دیجیتال فایل کوین تونست در 24 ساعت اخیر بیش از 19% سودده باشه و در جایگاه نخست برترین ارزهای دیجیتال قرار بگیره. ترا کلاسیک یو اس دی بعد از فایل کوین دومین ارزیه که با 10% سود اسمش رو در دومین جایگاه لیست پرسودترین ها آورده. بعد از اون نام ارز دیجیتال بیت تورنت نیو با 9.3% سود در سومین ردیف برترین ارزهای دیجیتال 24 ساعت اخیر اومده. بازار امروز ارزهای دیجیتال حاکی از اونه که علارغم یک ماهه اخیر که بازار روند صعودی داشته، در زمان انتشار این خبر بیت کوین همچنان با 2.4% ریزش متضرر بوده و در محدوده 23,000 دلار معامله می شد. اتریوم هم ریزشی 1.3% رو تجربه کرده. نام ارز دیجیتال بیت کوین گلد با 13% ریزش در صدر لیست پرضررترین های بازار به چشم می خوره. به دنبال اون ارزهای دیجیتال اتریوم کلاسیک با 10.5% ریزش و لیدو داو با 8.5% افت قیمت در جایگاه دوم و سوم پرضررترین ارزهای دیجیتال در 24 ساعت اخیر قرار دارن. 369 عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه. امروز قصد داریم به پرسودترین و پرضررترین ارزهای این هفته بپردازیم. پس حتماً تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. لطفاً ویدیو رو لایک و چنلمون رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. 5 عامل مهم در بازار بیت کوین که باید در این هفته به اونها توجه داشت. بیت کوین بعد از اینکه در ماه جولای با توجه به شرایط سخت کلان دچار نوسانات شدید شده بود، در روز گذشته کندل‌های هفتگی و ماهانه صعودی را ثبت کرد. حالا با ورود به آخرین ماه از تابستون، 5 عاملی که در این هفته باید به اونها توجه کرد رو بررسی می‌کنیم. بازیابی قیمت با سطوح کلیدی. بعد از اینکه برای اولین ماه بعد از ماه مارس امسال بیت کوین موفق به ثبت کندل صعودی شده، در حالی که برخی از تریدرها با توجه به حمایت از سطح قیمت سقف 2017 به تثبیت کف بازار متقاعد شدن، عده‌ای دیگه اعتقاد دارن تا زمانی که بیت کوین مقاومت 24000 دلار رو پشت سر نذاره، احتمال ثبت یک کف پایین‌تر وجود داره. همچنین بیت کوین تونسته سطح کلیدی قیمت متحرک 200 روزه هفتگیش رو دوباره حفظ کنه. آرام گرفتن شرایط کلان در ماه آگوست. در ماه جولای بازار سهام در آمریکا موفق شده بود علارغم اقدامات فدرال رزرو آمریکا به رشد نسبی دست پیدا کنه. برخی از تحلیلگران تداوم این شرایط رو برای ماه آگوست پیش بینی کردند که با توجه به همبستگی بالای بیت کوین با بازار سهام آمریکا، این میتونه نشون خوبی برای بازار ارزهای دیجیتال باشه. برخی از تحلیلگران پیش بینی کردند که قیمت نفت به زودی کاهش پیدا میکنه و این به مهار شدن تورم افسار گسیخته و بی سابقه در 40 سال اخیر در ایالات متحده آمریکا کمک میکنه. در نتیجه فدرال رزرو با تعدیل کردن اقدامات انقباضی خود میتونه شرایط رو برای رشد نسبی بازار فراهم کنه. شاخص RSI و پرسش‌ها حول کف قیمتی بازار. اگر به نمودار چند ساله RSI بیت کوین نگاه کنیم، میبینیم که بعد از ثبت اوج این شاخص در آوریل 2021، این شاخص روند نزولی به خودش گرفته و این روند همچنان ادامه داره. از این شاخص اینطور استنباط میشه که بازار هنوز به کف قیمتیش نرسیده و همچنان میشه منتظر ادامه روند خرسی بود. افزودن صندوق پرپز به تعداد بیت کوین های خود.
در حالی که این اولین صندوق قابل معامله اثبات بیت کوین در ماه ژوئن 50% از موجودی بیت کوینش رو فروخته بود، بعد از یک ماه 2600 عدد به بیت کوین هاش افزوده که با وجود فاصله چشمگیر با سقف موجودیش نشون از ایجاد تقاضا در این صندوق داره. اما صندوق GBTC متعلق به گری اسکیل همچنان وضع خوبی نداره و در قیمتی حدود 30% پایین تر از قیمت بازار در حال معامله است. شروع ماه جدید در محدوده ترس. شاخص ترس و طمع ماه جدید رو با عدد 33 آغاز کرده که نشون از خروج مارکت از ترس شدید و ورود اون به محدوده ترس داره. اما همچنان این شاخص با ورود به شرایط خونسا فاصله زیادی داره. در همین ارتباط سنتیمنت با انتشار شاخص میزان متوسط بیت کوین های در گردش اشاره کرده که این شاخص بعد از 4 ماه روند نزولی حالا وارد شرایط خونسا شده. همکاری دانشگاه هاروارد با بنیاد فایل کوین. خبر همکاری دانشگاه هاروارد با بنیاد فایل کوین اخیراً اعلام شده و گفته میشه این همکاری در راستای حفظ اطلاعات دیجیتال کاربران صورت میگیره. در روز 27 ژوئن بنیاد فایل کوین اعلام کرد که از ابتکارات آزمایشگاه نوآوری کتابخانه دانشگاه هاروارد به نام برنامه دموکراتیک دانشباز استقبال میکنه. با پشتیبانی بنیاد فایل کوین، آزمایشگاه نوآوری کتابخانه دانشگاه هاروارد قصد راه اندازی فناوری‌های غیر متمرکز داده را خواهد داشت. مارتا بلچر، رئیس FFDW، در بیانیه‌ای توضیح داد که FFDW مأموریتی برای حفظ مهمترین اطلاعات بشر در سر داره. بلچر افزود این همکاری آزمایشگاه نوآوری کتابخانه هاروارد رو قادر به بررسی چگونگی حل چالش‌های دنیای واقعی برای حفظ داده‌های حیاتی توسط فناوری‌های غیر متمرکز خواهد کرد. ما بابت حمایت از برنامه دانشباز دموکراتیک کتابخانه هاروارد بسیار هیجان زده ایم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید به نظر شما در هفته جدید بازار میتونه روندش رو تغییر بده و صعودی بشه؟ چه ارزهایی میتونن در این هفته ترند بشن؟ در آخر فراموش نکنید به چنلمون سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه، خدا نگهدار.